اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، درباره پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین و روسیه در اورشلیم و واکنش‌ها در اسرائیل به این پیشنهاد بگو. خب این موضوع چنین پیشنهادی رو پیشتر رسانه‌های اسرائیل مطرح کرده بودن، گفته بودن که در گفتگوهای قبلی که بنت با زلنسکی داشته این پیشنهاد مطرح شده و حتی بنت اون رو این پیشنهاد رو در واقع به پوتین هم انتقال داد، اما این اولین بار بود که رئیس جمهور اوکراین در واقع این رو خودش به صورت علنی مطرح کرد. زلنسکی گفت که گفتگوها نمیتونه در بلاروس انجام بشه، چرا که بلاروس خودش یکی از در واقع طرفهای درگیر هست، اما اسرائیل میتونه یک در واقع میزبان بی طرف برای این گفتگوها باشه. اما رسانه های اسرائیل تحلیل های ضد و نقیضی منتشر کردن از احتمال انجام چنین گفتگوهایی در اورشلیم. مثلا کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقامات این کشور گفته که روسیه در حال حاضر داره این پیشنهاد رو بررسی میکنه، اما هنوز خیلی زوده که پیش بینی بکنیم آیا چنین مذاکراتی در اورشلیم برگزار خواهد شد یا نه. از اون طرف روزنامه معاریف در شماره امروز خودش به نقل از مقامات اسرائیلی نوشته که اسرائیل آماده هست که هر طوری که لازم باشه کمک بکنه، اما نوشته که از اونجایی که پوتین پیشنهاد چنین پیشنهادی رو قبلا رد کرده بود، احتمال چندانی وجود نداره که این بار بخواد این پیشنهاد رو قبول بکنه. این در حالیه که روزنامه اسرائیل هیوم برعکس نوشته که بخت انجام چنین مذاکراتی در اورشلیم بسیار بالاست. به نوشته اسرائیل هیوم، اون هم به نقل از مقامات اسرائیلی، اوکراین چنین پیشنهادی رو مطرح کرده، اسرائیل موافق هست و در حال حاضر این پوتین هست که باید در این زمینه در واقع تصمیم گیری بکنه. این در حالیه که از اون طرف روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در واقع یک موضع متفاوتی رو بیان کرده. جروسالم پست نوشته که اوکراین خب این پیشنهاد رو مطرح کرده و موافق هست، روسیه تا الان مخالفت نکرده به نوشته جروسالم پست، اما اسرائیل مطمئن نیست که باید میزبان چنین مذاکراتی باشه، چرا که به گفته جروسالم پست اگر مذاکراتی انجام بشه که شانس پیروزی نداشته باشه اوضاع در زمین بدتر میشه. ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه بودید.